На так называемый джихад в Сирию из Таджикистана уехало 1300 человек, большинство из Хатлонского района. Молодежь Хатлона проделала долгий путь в Бишкек, чтобы обсудить причины насильственного экстремизма и трагедии своих сограждан в программе «Не от нашего имени». Салам алейк. Орзуи карим астам. Ин барнома ра бо шумо якҷо пеш мебарем ва мехоҳем дар мавзӯи терроризм ва экстремизм соҳбат кунем, ки дар ҷомеаи Тоҷикистон ин мавзӯъ воқеан яке аз мавзӯъҳои доғ аст, ки даҳо хонавода азият мекашад. Биёед як назарпурсие мебинем, ки дар шаҳри Қурғонтепаи Тоҷикистон анҷом шудааст ва боз баҳсро идома медиҳем. Аслан мо интернет озо истифода намебарем. Студенти ҳастем, хай شرایط استودنتی را میدونی اختم تلفنی عادی داریم اینا اینترنت خواهی استفاده نمی باریم سوری؟ نه تاری چیزا نیستم مودم یکم کس دوات هم نکده خیلی چیو ده اگه ما پیرش دیگه من با اینترنت هم مودم من ندارم اینترنت ها کورکا ندارم اگه جو میدونم چی گفه اگه خواهی گفه گفه پای کنم خیلی اینترنت در این همین شبکه های سمونوی چی خیلی با ایسو بی نو فهم دیگه میدونی نه هرچی همین با لایک میمونن و چیز میمونن تلویزیون در اعلان میکنم خوش نشد میگم خوش نمیشد تایی کار ندارم خیلی چیز اسلامی در کار ندارم من معلومون نمیگیرم اپسا در برای سوره یک گون چیز را فهمیدن نیستم آیا حالت های بود که خود شما را یا دوستان شما را کسی طریق شبکه های اجتماعی به سوریه دعوت کرده باشد؟ بدان نفرایی که طریق شبکه‌های اجتماعی مثال آنها را فریب می‌دادن مثلا هر یک انسان یک چیز را سال دوست می‌دارد یا که مجتهد می‌کند سال فرض کردیم ماشین خانه پول یگانه چیز به همه واسطه چند نفر را مثال می‌دونیم که دعوت کردن و به همو سوریه بردن حالا تقدیر اینها چی شد تقدیر آنها دو کسوش برنگشت اما یک نفرش برگشت به توجیکستان این مثال ها در اونجایی که شما زندگی میکنید زیاد است کم است شنیده نه کم است این همسایه قشلاق در بگیم خطو نمیکنیم این کمتر پیشتر بود و آنها رو عوف کردن همون نفره که برگشت رفت دید برگشت پشایمون شید در همین سال ها وقتی که من در شبکه однокласси ки медаромадам баъзе ҷавонон мебуданд ки дар ҳамин ақидаҳои гурӯҳҳои террористиро таргиб мекарданд ва мутаассифона аксари ҳамон ҷавоное ки натонистанд ки дар баробари ҳамон ақидаҳои ботили ҳамон як саводи кофие ки надоштанд ки ба ҳами чиз мисол аз худ ягон чиз бигзоранд яъне ки зидди онҳо мубориза бурда натонистанд ва идеология ҳамон тавонист ки аксари ҷавоноро фирефтаи ҳамон найрангҳои хичон кунад و کشیده بردن به سوریه و چه خیلی که میبینیم در سوریه نه دولت اسلامی شید نه یک جامعه با عدالت شید هر روز جنگ خونریزی و کشتار بودن در شما خود شما در این حالت بود دختر ها بود اگه مثال ها که بعد جوان ها دعوت میکردن بخاطر ازدواج این چیزا که باید اویله برپور میکنه خواهش میکنه بله بود اینترنت ما فیسبوک هستی یک آدم صورتی دختر موندگی بود بعد هم اومده دروز جید روی کردم بعد ما قبولش کردم بعد گپ زد بعد مرا گفت که ما یا اکا دارم گفت بیا قصی همو دوستی کرد بعد منی نیشه اوجه ما فهمیدم با گفتم چی مقصد داری؟ با گفت که بیا اکا ما بگی ده با ما گفتم که نی با ما کجا در زندگی میکنم ترکیه میره با ما رئیس که با گرفتم اودالیتش کردم ما گفتم که اگه منی نیش دیگه ده برای уже ма метарсам бисёр ма дидагием ки занҳо ба тариқи ҳамин молшон ваъда мекунанд мераванд турсия мераванд баъд ай турсия баъд сурия мераванд бо баъзеҳо дигар ҳастанд ки масалан тариқи шабакаи иҷтимоӣ мегӯянд ки гӯё шаҳид мешаванд будан ин ҳолатҳо ки шуморо гуфта бошанд ба хотири ҷиҳод кардан биёед и проблема яке ҷаҳони аё бисёри ҷавонои мо мераванд ба фаҳмидагии ма ки ҳамин одамҳо саводи хубу аъло надоранд ё ин ки дар хонадоншон тарбияе ки барои инсон зарур ай ҳам хеле тарбияро аз худ намекунанд
بودن حالات یک دیگر با شما که مثلا اونو چی وعده میتین همین دعوت ها طریق شبکه اجتماعی چخیل صورت میگیرد اینو چی میگن برای شما وعده شون ماشین است نمیدونم پول زیاد است چی است وعده اینو به دادم که فرض کنیم چند اکاو دو در در مسکوه کار میکدن اونها را دکه با شنویدگی ما 40,000 دلار وعده کردن از 3 نفر رفتن در اونجا من هم دونم از یقبت یو چی شیدگی های بعضی ادم ها میگن که سوم روی کدن هم و در سوم گرفتن خونه و در کدن دیگه نمیدونم معنی خونه و در کدن رفت ما دیدم خونه و در شدن خونه و در فسون کگین نکی نمیدونم اون 40,000 دلاری که گفتن که هم و گرفتن هم را استفاده بردن نمیدونم اصلا نمیتونیم بگیم که همه شخصایی که با سوریه و با عراق برای جنگ رفتن همه و برای سوم شیده رفتن همه نمیتونیم گفته که همه و پشتی سوم شیده هرچند که تاجیکستان دولتی نه اونقدر بایست مردمش سطح زندگیش پایان است ولی ما فکر نمیکنیم که یه تاجیک برای سوم شیده سو خیزده اویله خودش رو پرتوید یعنی که خیش تبار خود پدر مادر خود پرتوید برای پول شیده چون که مردم ما بسیار مردمی صبورای طاقت میکنه با پسی و بلندی ما فکر نمیکنم که برای سوم شیده پدر مادر شپارتیا زن گودک شپارتیا با سوریه برو ما فکر میکنم که اکثری ادمایی که رفتن پشتیمو اعتقادات دینی رفتن که برای دروجا چخل که وعده میکردن که دولت اسلامی میشود دروجا صلح یعنی که عدالت پایدار میشود یک خلافت نو تشکیل میشود ما فکر میکنم که اصلا برای همی رفتگیان نفری را میدونم که گرفتاری بیماری نشماندی به سوریه رفت ما هیچ باوریم نمیه که او نماز میخوند چین مذهب تکیه بچه مذهبی کنه وقتی نفری که بیماری نشماندی او همیشه پای افتن و کیفیت خود سرگردان های زیاد هستن حامل هایی که شامل میشوند در جوان ها مثل با گروه فروتی شاید کم نفرای مثل باندیشه ما کم نفران مثل جیت مذهبی تکیه بچه مذهبی کنن در خطلان گفتن که زیاد از 1,000 نفر که ریش داشتن ریششون رو تراشیدن به اون خاطر که یکی از عامل های افراطی شدن جوانان نشان میتد مردم نشان میتد و شما گفتید عامل ها میشد بگوید که چی عامل ها دارد مثلا شاید اگر این مسئله اجتماعی و اقتصادی هم شاید عامل باشند جهت دیگر اگر مسئله تکیه به مذهبی هم باشد این هم عامل است و شاید بسیاری آدم ها و نفرهای بودن که بعدی برگشتن مثال در اوجه بدن از بیکار بدن خچانه مثال عنوان کن که ما بیکار بدیم جای کار نبود ما را مخشوی کردن بای گروه وارد کردن بیشتر در جامعه تاجیکستان زنهای با ستر و حجاب و لباس های سیاه بودن حاضر این چیز را خیلی خیلی کم میبینیم و مقامات میگوید که یک شیوه مبارزه با افرادگرایی در جامعه تاجیکستان است خصوصا داشتن ریش را معن میکنند که میگوین ریش باید مردی از 40 ساله بالا ریش داشته باشد شما چی فکر دارید؟ در واقع در دین مبین اسلام و نامده است که مثلا حجاب سیاه ملت تاجیک و نفرانی که مثلا خود را همچون مسلمان میگیرند حجاب سیاه پوشند و در واقع ما میتوان گفت که بهره پیشگیری نمودن آن نیز مبارزه برم و کار درست نیز کرده سودان مقامات حفظ حقوق که انمون ستر و حجاب ها را دور کردن آنه که از ما ریش میمونن جوانون ما ده معقول نیست بسیار تری بعد کلون سال میتوان اما هر کس با سین سال خودش مونه اما ریشه گزارشی که ما میبینیم همکارمون درست کردن از یک خانواده از جنوب تاجیکستان در سرحد با افغانستان قرار دارد که پدرش وکیل است و از اویله های نمونه است که فرزنداش به سوریه رفته و از اونها خبری نیست یک جای میبینیم و بس را ادامه میدیم جماعت دهات به نام سعید کل توردیوف ناحیه همدانی حدود 5,000 اهالی دارد. از این دهه 6 مرد، 2 زن و 7 کودک در جنگ های سوریه و عراق اشتراک میکنند. از اینها 11 نفرش از یک آیله میباشند. این دهه همرز با افغانستان را با هر سال زیر سیل آب ماندن و مشغول شدن بعضی از ساکنانش با قاچاق مواد مخدر میشناسند.
سلام یونوسف، ساکن 76 ساله این ده، سابق دپوتات شورای عالی جمهوری شوروی تاجیکستان در سالهای 1980-85 از ترس آن که پسرش قربان قاچاقبران می شود، او را سال 2005 به روسیه به مهاجرت مهنتی فرستاد. سعید بیگ یونوسف، پسر 32 ساله او، با زن و فرزندش اول سال 2015 از روسیه به سوریه رفت و بعدی 3 ماه آنجا کشته شد. امی روز شب ما هم بچورا ایداستی نمی کمی دستا و ایداستی نمی خانکا مسکارو کردم که به همه دست نزدن ایم می فردون خیلی میشید نوب تو خان خانکا دارم که می رفتن می موزن موزش در پیش خدو بموند کوکنو خای مرگی سعید بیگ دویومین فلاکت در زندگی بابای سلام است. پسر بزرگ او اسلام الدین یونوسف سال 2000 در تپه سمرقندی در مبارزه با نیروهای رحمان با تخلص گیتلر که افراطیان دینی دانسته می شدند به هلاکت رسید. برای بابای سلام در آن رزم همه مشخص و فهمه بود، اما نمی داند پسر خوردیش از جانبی که و مقابل کی می جنگید. همه بدرو ما نمی دوند، همه بدرو ما خیلی دلتی کن نکن که از چی می آید. این پیرمرد را تقدیر هفت نبرش و دختر و کلینش که در سوریه ماندند نگران کرده است. چند ماه می شود خط ارتباط با آنها کنده است. احتمال دارد کلینش طبق قوانین جنگ جیان دایش دوباره شوهر کرده است. چه میکنه بار؟ کی نگاه بیشون میکنه؟ کی سرپرستشون میکنه؟ خواهی مجبورن که با همجا بای شکنن؟ یا که مثال خواهی کنم خیلی بزگرد یا بودن؟ کی نگاه بیشون میکنه؟ او وزن کوی نیستن که اگر انگی شاری او بگردن او ایب خونه برو مگی نیستن دویم دارم دور خونه بزرگی در همون جان ایب خونه برو ما نمیتونن او حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت بعضی پدر و مادر نسبت فرزندای اونها بسیارتر با اونها توجه خاص دارد. مثال انا همین پدر اگر مثال فرزندش در مکتب مثال اینستیتوی اگر علیم داخل میکرد میخونن با فکری ما که مثال فرزندای همین با قاچاق نشوار دست نمیزدن بسیار 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 پدر مادر گناهکار میشن در این حالت. پسری اون نفر در مسکو چیگونه میتونه اون نفر پسر شبگه اون هر یک نفره در دستی خودش است، اما اون کنترلی که میکنه خچه خودش باید کنه. او در مسکو است، اینجا پدر مادر گناهکار نیست. پدر چی با گناهکاره که او بچهش میگه که ما جوم سوزه تا کار کیستم. اگر پدرش در کمتر سوم رو اکنه میگه بچم در مسکو کار کیسته ای پدر مادر نیست اینجا. پدر از چشموش اشک ریخته ایستاده است و چند سال پیش پسر خود رو برای اینکه قطعی همراه قاچاقچیان همراه نشود به شهری فدراسیای روسیه روان کرده است و چیزی که اینها گفتم باید پسر خود رو در یکون دانشکده داخل میکرد، شاید مبلغ نبود. گزارش اثبات کرد که 90% همین شامل شیدگون با گروه افراطی نه از داخل تاجیکستان، بیشتر از فدراسیای روسیه شامل میشوند. میدونم نفر را که دیپلم علاقات ختم کرده دانشگاه را که اوزی در جنگوی سوریه، یا که نفری را میدونیم که منصب خیلی بلند مثل چی بود صاحب بود اوزی در سطح گروه شاملانه در همون چی می جنگن. سال 2014 من در روسیه در مهاجرت مهنتی بودم همراه دو برادرم و وقتای خالی من با سایت یدنه کلاسی که می در آمدم تقریبا هر روز هر لحظه مورا دعوت میکردن. در او سالا در سامونه یدنه کلاسی که همه ویربافشیکا همه شخص مخشوها بسیار بودن با درجه ای که هر یک بین ده نفر ده یک نفر یعنی که یک نفر شخص بود که دعوت میکرد. سو بعضی محدودیت های دینی که بودن مثال همه تروریست ها همه را رولی کردن نوار کرده در تاش آیه های قرآن هم میواردن در تاش حدیث میواردن ای پیغمبر گفته های کیم کدام ملا را میواردن که مثال خلافی همون بود و همه را در ما میپرفتن
دزمت کشون میپرفتن حتی با سبچنی ما در آن میکردن که ما هم چیز تماشا کرده در ما یه حسی نفرت پیدا شوه وقت که محبت کنده میشوه و بجاش نفرت پیدا میشوه و در اینجا خوب استفاده میکنن از همین لحظه اینجا لحظه است که وقتی آدم دلش از خانوادش مون از وطنش مون و به هر چیز داده میشوه در همین لحظه کوشش میکنن که تر دعوت کنن با سوریه با شام قهرمان این گزارش ما هم برادرش میخواست جهاد کند البته جهاد در ناخونک که به سوریه رفت سه کودک خود را برد و زندگی یک خانواده را در حالت ناگوار قرار داد که یک جا میبینیم خودش ارخیتکتیری در حوست داشت ارخیتکتر میشه میگفت پیش از زنگیدیش سه بار چور با تلفون کرد که زنم بتین کمی یه هفته در کفته میفتیم تیار کردیم امی دختره توی شق قرار دادیم همون روزه که توی شق قرار دادیم همون رو یه روز پیش از تویش بلید گرفت اومد یه تفسیه یه ویشی بود یه آنا سمشی بود بسیو آنا سمشی بود ای 2010 بچه کلونیش تواره چید اما یه رفته که گو فروخته گشت اومد ایما هین تلیزر تماشا کنی نمیمون مون میگفت که بچه ما با زن نیت ما با بچه تره چی میشه میگفت میفتم با امارم قهرم کرد گفتم گوداکوی تو با امارا چی میشه من خیریش میموند که او چم جنگش میکرد یوشی چو میکنی دیشه گفته احمیان نمیده میفتیم خیلی نماز میخونه کتاب میخونه میگیم و کایروی همون میگیم موی مرد بود دوازور و چورده هم سال بود وقتی که دادرم در روسیه بود تلفن کرد ما در گفت که زن و کودک ما روی کنین ما را گفت که برا خونه برا تلفن کرد اکم گفت که برا زن ما گفتک چیکه دکمیتوشا تغریک گفتک پاسپورت بگی کودک کودک گفتک روی که گفتک ما چی میرم گفت ما ترسیه میرم گفت کودک را ترسیه روی که کلی بلیت چونم اما پلی خدم گرفتم $900 در بلیت چون گرفتم بعدی 20 روز بعدی 20 روز بعد زنگ زد که من رسیدم یه گفت که او دادی گاجو بده من رفتم خیست چی در استانبول در گفت یعنی رستوران در گفت کار کرد استانبول گفتد بعد او پیشی ما اومد گفتم خیلی خیلی دو ماهی دیگه هم خیلی گم زد که من رستوران در کار میکنم اکتیابر آخرون اکتیابر بود که تلفن کرد که دودار دام خیلی شدی اکیا بورا تلفن کرد که دودار چهی چیل گفت با گفت که ما در سوریه ایم گفت که دودار دام راه دین اسلام داغو شهی چیل گفت که بعد مردانش بعدی که چی شد بازانش گفت که آدمای ای است رفته گیره مشروط کاکتی میکشیده ای سوریه میومده استانبول آدمای ایس میرفته گیره در همه چی بور میکده مشروطه داشته چیزی داشته که میبرده یه فقط همی خیلی وظیفه داشته رفتن شونده کالونیش سه ساله بود سه ساله بود دیمانگیش ده ساله بود دختر شش ماه بود شش ماه بود او جا رفتک چورمگیش در قطرش زد 2015 ده 2015 تولی چورمگی نگودک شد بعدی هم اخیران برگاب زد رمضان بود 2015 بود رنگی خیر خش میکنه هم خیلی گاب زده بخوای من فتون بیو خیلی گوداکو طبیگی بیو حکمه دی چی نمیگه اینا خیلی وعده کدگیان بیو چی کنی بیو که گفت که نیه مرا شوهر میتیان گفت من دیگه قدشمو گاب زدنم درست نیسته بعدی شو کد که دیگه شوش نموندش گاب زنی ختمون دیگه یکم خوار نداریم چی هم نکنیم تو همه خیلی کلین منشو کدن هم بواری نداشتیم که زنده چه مردگه زنده میفتیم وقتی که شکر دیگه پول نی دیلو موند در این موضوع نمیدونم چی بگم بسیار زنها فریب میخورن
می روان جاو بعد پشایمون می شوانه نکی وای بر حولی همو مادر دلی ما با مادرو می سوزم. خداوند متعال در این باره چی می فرماید؟ نفرانی که آزار می تن پدر و مادر و پدر و مادر از آنها ناراضی است وعده کرده است که بهشت برای آنها حرام است. حاضر این بچه با معلومات فوری میلیتسیا چند سال پیش کشته شده است و فرزنداش خصوصا نابالغا اونجا تنها هستند. آیا تقدیر اینها چی میشه و کسی فکری اونها را میکند یا نه؟ وقتی که شخصی که با سیریا میروه خیلی زن و گوله کش، وقتی که همون مرد مرد زن او را با شوهر میتونند. ای اوسم برگشتن با تاجیکستان با فکر ما اومده نمیتونم. اون فرزندانی که از دیگر اویله هاست اونها را فراموش کنیم، یعنی ما میتونیم تلاش کنیم بهر برگردانیدن اونها. آورده شوان من فکر میکنم که باید در این مسئله هم حکومت باید توجه کنه و مثال نزدیکای او را بیارن، بگذار بیارن در اینجا مثال جزاشونه در تاجیکستان ببینن. شما آماده هستید که یک کودک که از سوریه میآید با کودک شما یک جا بازی کند، یک جا درس کند؟ من بخونم، قطعشون بخونم نیکی نگاهشون کنن. او همه فرزندی که او میارن قطع فرزندهای خمون ای خدمون یاد میگیرن، رفتارشون، عقلشون، ای همه راه او میگردن. وقتی ما او را تلک کنیم او با همه راه میروند. من فکر میکنم که اصلا گودک ها گناه ندارن، اونا زود باورن، اونا چی چیزی بگن با گپی کلانسالا گوش میکنن، تیز تغییر عقیده میکنن. اگر 99% خطر باشه و 1% امید هدایت کردن او باشه، ما باید قبول کنیم. ما باید چخلی که روسان میگن ما باید او را شانس بدیم. اگرچه او تیفلان مثال ما اگر 100 خطا کنیم امید داریم که خداوند ما را میبخشه، حالا اونکه او تیفلان. تشکر. و موضوع تروریسم و اکستریمیسم در جهان، در آسیا میانه و بخصوص در تاجیکستان که از موضوع های داغه که اکثریت خانواده های هستن که رنج اینه میکشن و فرزنداشون علکه کشته شدن و نظرهای شما مختلف بود، ما باید نگذاریم که کسی از نام ما در این موضوع صحبت کند و یا نزدیکان ما را دعوت سازد.